ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز سه‌شنبه 4 حمله هوایی در سوریه و 9 حمله هوایی علیه پیکارجویان داعش در عراق انجام داده است. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده، جنگنده‌های آمریکا همچنین روز سه‌شنبه مواضع پیکارجویان در نزدیکی شهر سوری کوبانی را هدف قرار دادند. مواضع داعش در نزدیکی سد موسل و شهر فلوجه در عراق نیز روز سه‌شنبه هدف حملات هوایی ائتلاف بین المللی قرار گرفت. این در حالی است که یک کاروان پیشمرگه‌های کردستان عراق برای کمک به کردهای سوریه در دفاع از شهر محاصره شده کوبانی، شهر اربیل را ترک کردند. به گزارش رویترز، همین هورامی، یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان گفت پیشمرگه‌ها ابتدا به ترکیه و سپس از راه زمینی به کوبانی خواهند رفت. در همین حال، وزرای خارجه و نمایندگان 40 کشور جهان روز سه‌شنبه با هدف کمک به پناهجویان سوری در برلین گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بیش از 3 میلیون نفر در طول 3 سال جنگ داخلی در سوریه به کشورهای همسایه پناه بردند و 6 میلیون نفر نیز در اردوگاه‌های پناهندگان در داخل سوریه اسکان گرفتند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاین‌مایر رسیدگی به پناهجویان را نه تنها کمکی بشردوستانه، بلکه گامی برای ثبات کشورهای میزبان خواند. ما تنها نمیتوانیم به نیازهای بشردوستانه پناهندگان رسیدگی کنیم، بلکه باید همچنین به ثبات کشورهایی کمک کنیم که میزبان این پناهندگان هستند. وزیر امور خارجه اردن که میزبان 1,500,000 پناهنده سوری است گفت کشورش به مرحله ای نزدیک می شود که دیگر توان رسیدگی به وضعیت پناهجویان را نخواهد داشت. نمایندگان کشورهای ترکیه و لبنان نیز همین پیام را به کنفرانس برلین رساندند. در همین حال تمام سلام وزیر امور خارجه لبنان گفت کشورش توان رسیدگی به پناهجویان را نخواهد داشت. لبنان به ورای ظرفیت خود برای جذب پناهجویان رسیده است و ما به کمک آنی کشورهای دیگر نیاز داریم. تمام سلام گفت به رغم وجود اردوگاه‌های موقتی در کشورش، 85% از پناهجویان سوری در روستاها و یا خانه‌های معمولی در شهرها زندگی می‌کنند. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.